سر خط خبرها، طالبان چوک مزاری را در مرکز دایکندی تغییر نام دادن و تعویضشان را آشکار کردند. دستور عجیب و غریب طالبان در مورد معاش کارمندان و مدارس دینی. رهبر داعش در استانبول بازداشت شد. او کیست؟ مشاور امنیت ملی هند از فعالیت‌های تروریستی در داخل افغانستان ابراز نگرانی کرده است. طالبان ممکن است خاطر تعداد آنها بالای زنان به حاشیه رانده شوند. دکتر عبدالله پس از ماه‌ها سکوت با نماینده ویژه آمریکا دیدار کرد. سلام، با سرویس اطلاع رسانی انفوتیوی خوش آمدید. لطفاً چینل را سابسکرایب کنید. طالبان چوک مزاری در مرکز دایکندی را به نام فیض محمد کاتب تغییر دادند. طالبان در ولایت دایکندی روز پنجشنبه چوک شهید عبدالولی مزاری در شهر نیلی را به نام چوک فیض محمد کاتب تغییر نام دادند. مقام‌های محلی این گروه طی برنامه از سرک بازار نیلی و یک شهرک نوساخ را زیر نام فیض محمد کاتب مسما کردند. امین‌الله عبید، والی طالبان برای دایکندی، هدف از این اقدام را قدردانی کرده و از شخصیت‌های تاریخی افغانستان فیض محمد کاتب عنوان کرده است. این چوک که بالاتر از بازار کهنه نیلی موقع دارد، در سال 1396 خورشیدی ساخته شده و به نام چوک عبدالعلی مزاری نامگذاری شد. گروه طالبان چوک شهید مزاری در ولایت بغلان را نیز به چوک قرآن تغییر نام دادند. همچنان اخیراً لوحه یک سرک در ولایت غزنی را که به نام شهید مزاری بود تخریب کردند. خبر بعدی، دستور طالبان تازه همه را شوکه کرد. کارمندان دولتی باید بخش از معاش خود را به مدارس دینی بپردازند. گروه طالبان در ولایت غور اعلام کرده است که پس از این باید تمام کارمندان دولتی ماهانه بخشی از معاش خود را به مدارس دینی پرداخت کنند. با گفته منابع، این تصمیم روز پنجشنبه در جلسه اداری ولایت غور گرفته شده و کارمندان بخش ملکی و نظامی مکلف شدند که از این دستور پیروی کنند. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که همکنون در بسیاری از مدارس دینی افراد طالبان مصروف تدریس برای باشندگان غور هست. خبر بعدی، بلومبرگ تازه می‌گوید که رهبر داعش در استانبول بازداشت شده است. مقام‌های ترکیه می‌گویند که رهبر جدید گروه داعش را در استانبول بازداشت کردند. بلومبرگ گزارش داده است که این مرد را ابوالحسن قریشی معرفی کردند. تحلیلگران تروریسم بین‌المللی می‌گویند که قریشی پس از آن که رهبر قبلی این گروه در ماه مارس کشته شد، ریاست داعش را بر عهده گرفت. بلومبرگ تاکید کرده است که نمی‌توان مستقیم ثابت کند که فرد بازداشت شده توسط پلیس ترکیه چی کسی است، اما منابع ترکی تاکید کرده اند که وی همچنان سرکرده داعش است و افزودند که اطلاعات لازم در اختیار رئیس جمهور ترکیه قرار گرفته و موضوع تا چند روز آینده اعلام می شود. در ماه فوریه گذشته رئیس جمهور آمریکا از کشته شدن رهبر گروه داعش و جانشین ابوبکر البغدادی خبر داده بود. حدود یک ماه بعد از آن، داعش ضمن تایید کشته شدن ابو ابراهیم القریشی، رهبر این گروه اعلام کرد که ابو حسن الهاشمی قریشی رهبر جدید این گروه منصوب شده است. خبر بعدی، مشاور امنیت ملی هند تازه گفته است که تداوم فعالیت‌های تروریست‌ها در افغانستان نگران کننده است. آجیت دوال، مشاور امنیت ملی نخست وزیر هند، در دیدار با علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، گفته است که شرایط حاکم بر افغانستان با ویژه تداوم فعالیت‌های تروریست‌ها در این کشور نگران کننده است. مشاور امنیت ملی هند در پایتخت تاجیکستان با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار کرده، افزوده است که عدم شکلگیری دولت فراگیر با حضور نمایندگان گروه‌های قومی و مذهبی در افغانستان از چالش‌های عمده و حساب می‌رود. آجیت دوال گفته است که گروه‌های تروریستی تهدید کننده امنیت ملی هند همچنان در افغانستان حضور دارند و آزادانه فعالیت می‌کنند. او تصریح کرده است که در وضعیت فعلی افغانستان، مسئولیت پذیری که اولین شرط فعالیت یک حکومت است در افغانستان بسیار ضعیف است. دوال موضوع آوارگان و مهاجر افغانستان را موضوع بسیار مهم و نیازمند توجه همسایگان این کشور عنوان کرده است. او افزوده است که مردم افغانستان از نظر معیشتی نیز بسیار در مضیقه هستند
و جامعه جهانی باید با ارسال فوری کمک‌های غذایی و دارویی به مردم این کشور کمک کند. مشاور امنیت ملی هند تصریح کرده است که حجم بالای تسلیحات آمریکایی باقی مانده در افغانستان که بخشی از آن به دست تروریست‌ها افتاده، یکی از تهدیدهای مهم برای همسایگان این کشور است. در همین حال علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، گفته است که تحولات افغانستان به صورت مستمر در دستور گفتگوهای منطقه‌ای باشد. شمخانی نیز تشکیل دولت فراگیر با حضور جریان و گروه‌های مذهبی و قومی را در افغانستان از الزامات شکلگیری ثابت پایدار خوانده است. او افزوده است که موج گسترده مهاجرت شهروندان این کشور به ایران نشان می‌دهد که هنوز در گروه‌های مختلف اجتماعی امنیت روانی لازم برای زندگی عادی در این کشور ایجاد نشده است. طالبان نیروهای جدید به منظور استقرار در شهرستان‌ها وارد پنشیر کردند. طالبان با وجود متحمل شدن تلفات سنگین، اوسط ده‌ها کشته در روز با هم تلاش می‌کنند آبروی رفته‌شان را با حضور لشکر چند هزار نفری و دست بیاورند. خبر بعدی، در یک کمین بسیار خطرناک جبهه مقاومت ملی بالای طالبان، آنها را تارمار کردند. صبغت الله احمدی چنین نگاشته است: امروز دو حمله پی در پی دشمن بر قرارگاه های همیشه پیروز چمالورده و دره آرزو در پنشیر شکست خورد. 14 نفر از اشغالگران طالبان کشته شدند و شماری از اجسادشان در میدان نبرد باقی مانده است. به لطف خداوند به مقاومتگران شجاع و افتخار آفرین هیچ آسیبی نرسیده است. پنشیر سربلند. خبر بعدی، رینا امیری تازه گفته است که طالبان با نادیده گرفتن حقوق زنان خود را به حاشیه می‌برند. رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان میگن که طالبان با نادیده گرفتن خواستهای پیام جهان مبنی بر رعایت حقوق زنان خود را به حاشیه می‌برند. او در توییتی از خواستهای شورای امنیت سازمان ملل، هفت کشور صنعتی جهان، برخی از کشورهای اسلامی و علمای اسلام یاد کرده است که همه خواستار احیای حقوق زنان شده است. او افزوده است که هرچی طالبان چنین فراخوان‌های را نادیده بگیرند، جایگاه خود را نزد افغان‌ها و جهان بیشتر از بین می‌برند. این در حالی هست که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، روز پنجشنبه در نشست خبری گفته است که طالبان زنان افغانستان را از جامعه طرد کردند. با آنکه تا اکنون درخواست‌های مکرر از سوی مردم افغانستان، نهادهای مدافع حقوق بشری و کشورهای مختلف برای توقف نقض حقوق زنان از سوی گروه طالبان صورت گرفته است، اما این گروه با گذشت هر روز محدودیت‌های بیشتری بالای مردم افغانستان اعمال کرده‌اند.